سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسات قبل ما کار با توابع رو صحبت کردیم و دو جلسه قبلی رو در زمینه تابه‌ها و فرمول نویسی توی اکسل بحث کردیم. این جلسه هم ادامه فرمول نویسی هستش. ما توی این جلسه می‌خوایم فرمول‌های پرکاربرد اکسل رو باشون آشنا بشیم. این فرمول‌ها که در این جلسه با هم کار می‌کنیم مواردی هستن که اگر بلد نباشین میشه گفت اکسل رو خوب یاد نگرفتین، و اگر بلد باشین تازه میگیم که در حد معمولی اکسل رو شروع کردیم و به کار کردن با اون ادامه دادیم. پس این فرمول‌های بسیار کاربردی و مهمی هستن که بعد اونا رو خوب بلد باشین. در جلسه قبل ما نحوه پیدا کردن فرمول ها رو از کتگوری فرمولا توی اکسل صحبت کردیم و دو تا از فرمولایی که خوب بودن و اونها هم فرمولای مهمی هستن رو کار کردیم. یکی رند بیتوین بود که یک عدد تصادفی بین دو عدد بزرگ و کوچکتر رو کوچکتر و بزرگتر رو به ما میداد، و اون یکی لوکاپ بودش که یه سلولی رو ما واسش تعیین میکردیم، این محتویات اون سلول رو میرفت و یک بازه یک ستونی پیدا میکرد و در ستون نتیجهی که میخواستیم اون نتیجه رو که هم عرض صفچه اون سلول باشد واسه ما برمیگردوندش. خب از طریق این دوتا فرمول ما تونستیم یک چنین جدولی که اطلاعات پرسنل هستش رو ایجاد بکنیم. خب همونطور که گفتم، شما با توجه به اطلاعاتی که داشتین و فرمولایی که یاد گرفتین میتونستین بیاین یه چنین جدولی رو هم پیدا کنین، و خب احتیاج داشت یه مقدار مثلا فرمول ها رو با خلاقیت بیشتری به کار ببرین و کاری بکنین که اعداد تصادفیتون شاید مثلا به ازای یک روز ایجاد بشه. من این تیبلرم رو از اکسل اصلی خودم گرفتم و کپی کردم و توی اکسل جدید گذاشتم. اکسل اصلی من اینجا بود که اینو کپی کردم. خب فقط الان متوجه شدم که همش کپی نشد. واسه اینکه بخوام همه تیبلرم رو سلکت کنم کافیه بیام اینجا و اسم تیبلرم رو انتخاب بکنم. همونطور که بهتون گفته بودم اینجا اسامی خاصه که تعریف شده رو نشون میده که شما هم تو اکسلی که دارین تهیه میکنین باید تا اینجا پیش رفته باشین و یه چنین جدولی رو هم ساخته باشین. خب من این جدولم رو دوباره کپی پیست میکنم توی این جدولی که اینجا گذاشته بودم. خب پیست از ولیو میکنم. بعد توجه میکنین که یه مقدار اینا رو به هم ریختش. علتش هم اینه که من اینجا کپی پیست کردم، اول از همه سطرشم نگرفته بودم سطرشم بیارم، بعد متوجه نشده بودش اکسل که چه چیزی رو باید کپی پیست کنین. الان من قبل اینو جدول کردم، اگه بیام تیبل دوامو سلکت کنم میبینیم که کلش اون مقداری که اضافه شده هم به صورت تیبل من در آورده و قرار داده، و خب الان یه مقدار درسته، فقط ظاهرش بده. میام ظاهرش هم اونجا قبلا دیده بودیم که چطور تغییر بودیم، میام ظاهرش هم درست میکنم. خب یه سری نکات تو این تیبل وجود داره که میخواستم قبل وارد شدن به فرمول ها اونا رو به شما بگم. اولین فیلتر باتمش رو برمیدارم. خب سطر اول که رو اول از همه بهتره که بگم هدرها رو من انگلیسی گذاشتم، به خاطر اینکه ما از این جدولمون استفاده میکنیم واسه اینکه گزارش هامون رو در بیاریم، و خب از این با این جدوله که بیشتر فرمول هامون رو مینویسیم و فرمول هامون رو دیگه میذاریم باقی بمونه. طوری نیستش که من اینجا دیگه کپی از ولیو کنم تا فرمول هام بپره دیگه فرمول نباشن. پس من میخوام از این جدولم گزارش گیری کنم. حالت بعدی اینطوری هستش که بذار من فلینو بردارم. خب پس من اومدم اینجا هدرها رو انگلیسی تایپ کردم، به خاطر اینکه وقتی که تو اکسل فارسی می نویسیم یکم چپ و راست کردن کیبورد اول از همه سخته، دوم اینکه به هر حال این یک نرم افزار انگلیسی زبانه و خود تو فرمول نویسی بهتره که ما از لغت های انگلیسی استفاده کنیم، و وقتی که به سرستون ها رجوع میدیم
خب اونا انگلیسی باشن بهتره، ولی تو موقع فرم نوشتن مطمئن باشین که با فارسی مشکلی نداره اکسل، و واسه راحتی کار بیشتر است که من انگلیسی قرار دادم. و خب این که منطق فرم نوشتن چون انگلیسی هستش، من همینا رو به انگلیسی قرار دادم و اینها قرار نیست جایی به صورت انگلیسی گزارش بشن و همه فارسی گزارش میشن. خب اولین ستونم رو رول یا ردیف قرار دادم، به خاطر اینکه یه جور آیدی هر کدوم از رکوردهای ثبت شده من هستش. توی ستون دوم شماره پرسنلی رو قرار دادم و اطلاعات کارمند تا قسمت اریوال تایم همه یک جا اومده و اطلاعات کارمند قرار داده شده. در زمان کپی پیست کردن ناکنین اینو به صورت ساعت شناخته و این اشتباهه، و من الان این اشتباه بخوام جبران کنم میام اینجا با حالت نامبر در میارمش و این اشارش هم کم میکنم از طریق اینجا که بدون اشار نشون داده بشه. خب بعد تو قسمت پس اینجا من اطلاعات کارمندم رو فراخوانی کردم. خب واسه اینکه این جدول رو تولید بکنین، اول از همه باید بدونیم که ما تو یک روز ورود و خروج داریم، پس یک روز 50 نفر قراره به صورت تصادفی ورود و خروج کنن. به چه صورت 50 نفر؟ دقیقا شاید تو یک روز همه 50 نفر که نه، یه سری مرخصی باشن، یک سری مثلا ماموریت باشن، چون ما ماموریت ساعتی هم دیده بودیم دیگه. پس ابتدا بیاین یک عدد تصادفی بین 1 تا 50 رو تولید بکنین. میدونیم چه جوری؟ این نشانگر این هستش که ما چند تا ورود و در اون روز به سازمانمون داشتیم و بر اون اساس هم باید خروج داشته باشیم. فقط 1 تا 50 نباشه، چون یهو میزنه 1 و من تو یک روز که یه نفرم که نمیاد سر کار، بیاین نزدیک 50 بزنیم، مثلا بین 40 تا 50 رو بزنیم که یک عدد تصادفی بین 40 تا 50 رو واسه ما تولید کنه و ماکسیمم 10 نفر مرخصی رفته باشن یا ماموریت رفته باشن. خب وقتی که 1 تا 50 عدد تصادفیش درست شد بین 1 تا 40، حالا من میخوام 40 تا عدد تصادفی تولید کنم بر اساس 1 تا 24. یعنی من 40 تا عدد تصادفی تولید میکنم بر اساس 1 تا 24 که بگم کدوم یک از اینها به ترتیب وارد شدن، و بر اساس ترتیبی که وجود داره میام میگم خیلی خوب فلانی وارد شد، فلانی وارد شد و فلانی وارد شد. وقتی که اینا رو تعریف کردم، شماره پرسنلشون میذارم اینجا. من ببخشید همه رو گرفتم. فرض کنید من اطلاعات پرسنلمو ندارم و تا اینجا خالی هستش. خب حالا اینجا من همونطور که گفتم از طریق اون رویه تصادفی تولید کردن پرسنل نامبرم ایجاد شده. حالا میخوام به اساس این پرسنل نامبر بیام اسم اون شخص، اسم نام خانوادگی اون شخص، نوع کار و غیره رو بیارم. یکی از فرمولایی که میتونم این کارو باش انجام بدم خود فرمولای لوکاپ بودش دیگه. ما میومدیم اینو لوک میکردیم، بعد میگفتیم که بیا توی این جا توی این ستونه اونو پیدا کن، بر اساس ستون نتیجه یه تعریف میکردیم، سطر هم ارزش رو میگرفت و اون دیتا رو وارد میکردش. یعنی مثلا میومد، بذاریم من رویه پیدا کردن لوکاپ رو بهتون بگم چون خیلی نزدیکی با لوکاپ، میومد این رو انتخاب میکرد، کپی میکنم، میام اینجا این ستونی که باید پیدا بکنم رو کنترل F رو میزنم، کنترل F پیدا کردم فاینده. خب کنترل F رو میزنم، خوبه که با ریپلیس و کنترل F هم که تو همه جای مایکروسافت هست آشنا بشین و کار بکنی. ریپلیس واسه عوض کردن این هست، اگه من یه عدد اینطوری بذارم، این یه داده اینطوری بذارم، این عدد رو با این عوض می‌کنه. و خب آپشن رو بزنیم و حتما موارد جزئیات اون رو ببینیم، حتی بر اساس فرمت هم میتونه پیدا بکنه و ریپلیس کنه و همینطور فایند کنه. خب من فقط فایند معمولی میخوام بکنم که بگم آقا این عدد منو پیدا کن، میام اینجا عدد من رو پیدا میکنه. خب بر فرض من این ستون رو گفته بودم چی؟ این ستون رو گفته بودم که این نتیجه من هستش، اینم اون عددی که پیدا کرده، میاد اینجا اولین عدد رو پیدا میکنه، میاد تو این ستون میگه خب هم ارزش اینه و اینو برمیگردونه. خب متوجه شدین که لوکاپ دقیقاً چطور کار میکنه. حالا وی لوکاپ چی هستش؟ خب وی لوکاپ میاد میگه تو یه بازه‌ای به من بده، مثلا این جدول رو به من بده. خب من کل جدولم رو میدم، بعد میام میگم که آقا این عدد رو میبینی اینجا، تو بیا اینو توی
اولین ستون جدول من سرچ کن، میاد تو اولین ستون جدول من سرچ میکنه و اونو پیدا میکنه و یک ستون پس از آن را به من بده، یعنی این، یا دو ستون بعد از آن را به من بده، یعنی این. خب اما یادمون هم باشه قبل اینکه وارد تابع لوکاپ بشم، ستون اول رو هم میشماره، یعنی میاد میگه چی؟ اینو که من پیدا کردم این ستون اول من هست. خب ستون یکی بعد از اون یعنی ستون دو رو به من بده جواب رو، ستون سه رو به من جواب بده و ستون چهار و غیره. خب بیایم حالا از ویلوکاپ استفاده کنیم. من چرا رفتم تو اکسل بعد اینجا؟ خب میام می‌نویسم مساویه با ویلوکاپ، تب رو میزنم، میخوام ببینیم چجوری سریع آدم فرمول رو می‌نویسه. تب رو می‌نویسم لوکاپ ولیو، این مقداری هست که بعد لوکاپ بکنه. اینجا واسه من نوشته ویرگول تیبل اری، من اینجا یه دونه اسم تیبل داشتم به نام تیبل چند بود؟ تیبل دو بود. بهتر اسمش رو عوض کنید خودتون، مثل اون اکسل اصلیه نام با مسما بدین. خب من تیبلم هم انتخاب کردم. بعد ببینید اسم اینجا به درد میخوره وقتی که من تیبل تعریف میکنم، دیگه لازمی نیست من برم یک بازی یا رنج رو بسش تعریف کنم، که حالا با رنج هم بهتون نشون میدم، ولی میخواستم اینجا ببینید قدرت نیم چقدر خوب هستش و چقدر راحت تر میکنه کارمون. فقط اینجا نیم مینویسم. خب کالم ایندکس من یک رو میذارم اینجا و بتونم میگم چرا یک. کالم ایندکس همون شماره هستش که بر اساس اون جواب رو برمیگره، میگم اولین ستون، یعنی بس من باید دقیقا همین جوابی که اینجا هست رو به من برگردونه، چون با ساتم تعریف کردم. یه ترو و فالز داره اینجا. ترو به معنی چی هست؟ اگر من این رو یک اینجا قرار بدم یا ترو بنویسم، میاد تقریبی پیدا میکنه، میاد میگرده تو اون ستون اول، میگه کدوم شبیه این هستش، بعد بقیه فرایند مثلا ریزالت ها به من میده. خب این خوب نیست، من هیچ وقت حالا از این استفاده نکردم، چون یه چیز تقریبه به من میده و من همیشه از لوکاپ به عنوان اگزکت میخواستم استفاده میکردم و واسه من کاربرد داره و خب یه جا حتما کاربرد داشته که اکسل اینو هنوز نگه داشته، ولی من تا حالا استفاده خودم نکردم، همیشه اینجا صفر گذاشتم که فالز باشه و دقیق این رو عدد رو پیدا کنه و ریزالت و نتایج رو به من بده. پرانتز رو میبندیم و اینتر میکنیم و این میکنه. تیبل رو مثل این که خب برای چی اومد ان ای کرد؟ میام اینجا میبینم چرا ان ای کرد واقعا. خب تیبل دو خودش بودش. خب اشتباه کردم من، تیبل دو رو گذاشتم دیگه، برای اینکه اومده توی خودش گشته و اولیه اومده ستون اول اینو گرفته، اومده تو ستون اول خودش و اومده میگه خب اینجا که چیزی نیست واسه همین ان ای، یعنی not applicant رو واسه من قرار داده. خب این تیبل دو نبوده، اون یکی تیبل من بوده، پرسنل بوده، درسته؟ پرسنل رو من چجوری تایپ کرده بودم؟ خب من اسم تیبلم رو یادم نمیاد، درسته؟ میام اینجا مای تیبل، خب مای تیبل رو باید تایپ بکنم، مای تیبل، درسته؟ خب حالا اینتر میکنم و حالا پیدا میکنم. خب پس نها کنین چی کار کرد؟ اومد اینجا این رو پیدا که اینو گرفتش، رفت توی پرسنل تیبل، مای تیبل که اسمش بود، اینجا این رو پیدا کرد، کنترل F find، بعد اومد گفته چندومی رو میخوای، اولی رو میخوای، اولی که خودشه پس خودشو برمیگردونه. حالا اگه من اینجا دو رو قرار بدم، دومین ستون که نام باشه رو واسه من برمیگردونه، درسته؟ درسته، ایشون رو برگردونه دیگه. خب و حالا فامیلی میشه سومی، چهارمی، پنجمی. خب یه بار این فرمول رو از طریق فانکشن بنویسیم اینطوری که بیایم بگیم چی؟ بیایم توی فرمولا، توی لوکاپس، توی ویلوکاپ. من شاید حفظ نباشم گفتم چجوری میتونیم اینو پیدا کنیم. ویلوکاپ رو میذارم، میگه لوکاپ ولیو، مقداری که میخوای پیدا کنی کدومه؟ من میگم این سلول من هستش، چون جدول هست میذاره ادساین پرسنال نامبر. خب میتونستم بگم آدو، فرقی نداره. حالا من اگه اینجا بگم آدو،
و بعد اینو بکشم بر اساس اینکه دلار نیست خراب میکنه فرمول منو دیگه. خب به خاطر من میگم همین پرسنل نامبر. خب یادمون باشه من وقتی که اینجا همین پرسنل نامبر رو میذارم وقتی هم بکشمش بازم خراب میکنه، به هر حال اون عدد اون منطق ابسولوت و نسبی بودنش برقراره و شما باید مثلا به این هم بفهمونین که این میخوام ثابت باشه و دلار واسش بذاریم. حالا تیبل اری، به این دفعه به جای اینکه بیام اسم تعریف کنم میام اینجا خب محدودم رو میگیرم، محدودم رو اگه بگیرم به این صورت زیاد رفتم. خب یه محدودی یه رنج رو واسش تعریف کردم اینجوری نکنین مای تیبل رو کلن گرفت از این آدو تا انتا اینجا بازم مادی. خب من میگم از آدو تا چند تایپ میکنم که دیگه نفهم اینجا اچ 51. خب بعد به این صورت محدود در رنج رو باسش تعریف کنه اگه نخواستین از تیبل استفاده کنیم. کالم ایندکس رو با لوکاپ ولیو اینا رو هم رنج لوکاپ رو هم میذارم چی فالز میکنم اینم اینم که یک اولیش میگم خودش رو فیلم بگم اوکی میکنم. آها چرا اومده انا ارور گرفته از من؟ خب ببینین ناکنین اینجا اولیه رو الوز نمید ارور میگرفتش. خب میاد اینجا اولا که این توی پرسنل این رنج همین شیت اینجا رو گرفته، من چون تایپ کردم دیگه بعد میامدم اینجا خب شیت اسم اون شیت میافتادش میگفتم تو این شیت از آدو تا اچ 51 اوکی. حالا اوکی خب وقتی که اوکی کنم این اولیه رو درست میشناسه، اما توی دوم ببینین چه فرقی میکنه. ناکن اچ 251 هست اما توی دومی میاد میکنه آس اچ 52، یعنی اومده از آس تا اچ 52 رو گرفته. خب یه رکورد منو پاک کرد، شاید اون شخص من که 50-48-67 باشه تو همین می بود مثل اینجا ناکنین اومده از A6 تا اچ 55 رو گرفته، در صورتی که این شخص قبل از این رنج بودش بخاطر همین رنج تغییر کرد. پس من یا باید بیام اینجا ابسولوت را رو تعریف کنم یا به صورت ساده بیام بگم که از مای تیبل پیروی بکن و تازه اگر این کار رو بکنی و به پرسنل من یک دیت هایی وارد بشه در آینده یک شخصی وارد سازمان من بشه اون فرمول من به هم نمی ریزه و آپدیت باقی میمونه. پس ما اینجا میبینیم که جدول خیلی به دردمون میخوره، پس من اینجا میکنمش مای تیبل. خب اینم میکنم دو اسما رو شناخت، به همین ترتیب فامیلی نیم. خب من اینو یه دونه میارم اینورتر، خب میاد اینجا ان ای میکنه ناکنی اینم تغییر دادش. خب حالا بهم چی کار بکنیم که اسم توی جدول رو تغییر نده؟ آیا میتونیم پشت این هم یه دلار بذاریم خب و اینتر کنیم؟ میگه نه نه نمیتونیم این کار رو بکنیم. یه روشش اینه که با این مقابله بکنم و حالا زیاد خودم هم اذیت نکنم اینه که به جای اینکه اسم اینجا به کار ببرم اسم تیبل به کار ببرم اینجا دوست ندارم از مزیت تیبل استفاده کنم، میام می‌نویسم چی B2 و وقتی که میام اینجا دلار رو میزنم دیگه مشکلی نخواهم داشت. اینجا چرا لزومی نداره از قابلیت تیبل استفاده کنم؟ به خاطر اینکه من یک اینکه این فرمول از بین خواهم برد و اینا رو تکست می‌کنم، خب پس نمی‌خوام پایدار از این فرمول استفاده کنم. دو اینکه این هر وقت که من دیتای به این تیبل هم اضافه بشه خودکار این فرمول من هم ادامه پیدا میکنه، پس مشکلی واسه من پیش نمیاد که این B2 بذارم و فقط راحتی کار رو واسه من ایجاد میکنه. خب من وقتی که اینو میکشم همه رو هدیه میکنه، یعنی همون اسمی که مربوط به این هستش. من چیکار میتونم بکنم که این دو خودکار بیاد بشه 3 یا خودکار بیاد بشه مثلا 4؟ خب یه روشش اینطوریه که من بیام اینجا یه جای دیگه یک رو ببخشید اینجا یک اینجا 3 و بعد 4 و 5 و 6 و 7 رو تعریف بکنم. خب اینم به صورت تکست.
خب اینجا تعریف بکنم، بعد بیام بگم اینجا آقا این دو من یه سلول عدد نیست اینجا. خب بعد وقتی که ناکن فرمول نزدم بیاد پایین، اول میام اینو میکشم تا اینجا، خب میاد به ترتیب اونا رو پیدا میکنه، نوع کار، بخشش، رنکش و پوزیشنش. حالا دیگه نیازی به چیز ندارم دیگه. خب ببخشید، ببینید من الان چون لازم دارم که اینو بکشم پایین میزنه فرمول منو خراب میکنه. شما بهتر بود که میمدین اول اینو کپی میکنیم توی یه شیت دیگه ای، مثلا اینجا از این فعلا استفاده کنیم، اینو کپی کنین اینجا، بعد به جای این بگین کجا باشه پاک کنین، بیاین توی این شیت این قسمت رو بگین و اینتر کنین. خب اینم بیارین اینجا، فقط اینم باید اینجا دالر کنین، اگه دالر نکنین چی میشه؟ سی رو هم تغییر میده. من اینو اوورراید میکنم، ناکنین ولیو ارور میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سی رو هم تغییر میده. هر دفعه میبینیم میایم پایین تر، سی هم یه دونه بهش اضافه میشه، یه دونه دالر هم اینجا میذارم. خب بعد دیگه فرمول رو شناخته. حالا اینو میکشم اینجا و بعد اینو تا پایین میزنم که خب این میتونم یه اینتر اینجا بزنم، خودش میگه اوورراید کنم، اوورراید کنم، یه اینتر میزنم، اوورراید میکنم و برای این هم به همین صورت. خب دیدین که چقدر راحت از ویلوکاپ تونستم استفاده کنم و تمام اطلاعاتی که میخواستم از جای دیگه فراخوانی کنم و به اینجا بیارم. خب از اونجایی که فرمول ویلوکاپ بسیار اهمیت داشتش، من خواستم تاکید زیادی رو روش انجام بدم و کاملا اون رو بست و باز بکنم که شما این فرمول رو کامل یاد بگیرید. خب چون از اونجایی که این فرمول های مهم یه مقدار فیلمش طولانی میشد، من اون رو به دو قسمت تقسیم کردم. در اینجا ویلوکاپ رو بهتون گفتم، در جلسه بعدی ایف و فرمول ایف و سام ایفز و کانت ایف رو بهتون میگم که فرمول های بسیار مهمی هستن. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار.